سلام خدمت شما همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمتتون هستم با قسمت 44 از سری آموزشی بازی لیگ آف لژندز و این بار همونجوری که گفته بودم با کاراکتر راموس. راموس رو وقتی میشنویم از یک طرف اسم اسپانیش همچین یاد این آهنگ اسپانیایی میفتیم، از یک طرف یاد یک قسمت از سریال لیوریج میفتم که یارو اسپانیایی برگشت و بهش میگفت راموس راموس تو راموس نکفی چیزی گفت برحال. راموس یا بهش میگن آرمور دلون بیشتر معروفه بخاطر اینکه بیشتر قدرتش تو آرمورهایی که میگیره و آخرهای بازی اتفاقی که میفته، من فقط برای اینکه بگم موضوع چه قراره، حالا چند جور با این بازی میکنم. بجز آیتم هایی که اینجا میبینید، یک سری آیتم هایی هست مثلا میان 6 تا از این یا این براش میگیرن و اتفاقی میفته این وقتی که بهش میگن خب بابت هر کدومش 15% اتک اسپید بقیه میاد پایین و از اون طرف به خاطر چیزی که داره، حالا قابلیت هایی که داره و توضیح میدم، وقتی میزنش دمیج میخوره. ولی ما همون آیتم های عادیش الان بخریم، 5-6 تا آیتمی که قراره داشته باشه، آیتم های معمولش رو به قول معروف، و حالا بریم اینجا من بقیه توضیحات رو بدم، برمیگردم به چیزی که میخواستم بگم که بعد دقیقه تو بازی ببینیم. حالا اینجا زیاد چیز نیست، ولی راموس اولین و مهمترین چیزی که داره این که دیدیم ما دقیقه اینه که تأثیرش رو این هم میذاره. اولین و مهمترین چیزی که داره پسیوش هست که میگه مقداری از آرمورش رو، 10% آرمورش رو به صورت ماجیک دمیج به بیسیک اتکاش اضافه میکنه و علاوه مقدار دیگه، یعنی الان 300 تا آرمور داره، پس دمیجی که میزنه بیسیک اتکاش 31 اضافه تر میشه. این به همین سادگی تا اینجا شده داشته باشه. اما کیوش تبدیل میشه به یک توپ که سرعتش رو 175% بیشتر میکنه و این همینجور به مرور هم بیشتر میشه و وقتی که به دشمن بزنه همه دشمن ها رو کمی میندازه و پرت میکنه عقب و یه ماجیک دمیج میزنه و برای یک ثانیه هم کندشون میکنه، یعنی به این ترتیب میره. برده خب چیزی نداره، برده محدودی داره. خب این رو هم داشته باشید. از طرف دیگه یک نکته بین دبلیو و کیوش هست، دبلیوش رو بگم بعد بگم اون نکته چیه. دبلیوش اینه که میره تو حالت دفاعی، یه شیلدی میگیره و در این مدت هر کی آرمورش 30 تا علاوه 60% آرمور فعلیش که الان 185 تا میشه و ماجیک رزیستش هم 10 تا علاوه 30% که 28 تا میشه الان بهش اضافه میشه، ولی سرعت خودش 30% کم میشه. نکته اینجاست که نمیشه همزمان این دوتا رو داشت، یعنی شما این رو بزنید و بعد کیو رو بزنید میبینید که این سری میره تو کولدان به جای اینکه اون زمانش رو داشته باشه. این یه نکته. نکته بعدی، نه این نکاتش همین بود، توی این مدت هر کی که بزنته 150% اون دمیج رو به صورت چیز میزنیم بیسیک دمیج، جایی که بهش بزنن دمیج رو برمیگردونه به خود اونها. یعنی اینجا الان نمیشه دید، الان فکر کنم اصلا توی چیز باشه دید. این بدبختم که اصلا دمیج نداده، بریم اینجا بزنیم که الان مثلا بگم این تو اون لیول های آخرش مشهود میشه که یارو چه خبره. خب ببینیم الان میزنم، حالا دبلیوم رو میزنم، نگاه اون داره منو میزنه، ولی خودش داره دقیقت میمیره وقتی آیتم هاش کامل بشه. دیگه یکیشون هست که دوربری هاش دمیج میخوانم به جای خود. این هم داشته باشیم. پس یادتون باشه کیو و دبلیوش رو همزمان نمیشه استفاده کرد. بعدی ایش هست که وقتی میزنه انگار میره در گوش طرف یه چیزی میگه، اینجوری شد، انگار میره حتی این خرچنگ هم ولش نمیکنه، میره در گوش یه چیزی میگه و طرف به مدت 2 ثانیه شروع میکنه زمینی عصبانی میشه. این حالا این بدبخت نمیتونه بزنه، فقط نگاه میکنه.
ولی شروع میکنه زدن شات. توی مدت شما به مدت یک ثانیه 20% اتک اسپید میکنه، یعنی طرف رو مثل یه مثل اون قلب اهریه، منتها یه اهریه قلب رو میزنه یه سمتش، منتها علاوه اینکه میاد سمتون میخواد بزنه. حالا چی داره گوشه رو میگه من نمیدونم، اتمالا یک چیزی به نسبت های میگه، یعنی فقط رو یکی چیز میخوره، یعنی من فقط رو این میزنه، به اینها دیگه نمیخوره. و از این لحاظ خب خالی کردن جنگلش هم خیلی خوبه، میان شما رو بزنن خودشون. تا جایی میرسه که یعنی وقتی همه اینها رو افزایش بده، آیتم ها رو بگیره، دیگه تقریبا میشه گفت که تاورها فکر کنم مثلا اینجا هست. آره اولا دیگه انگار نه انگار خیلی یکم پر شده مثلا. و در نهایت میرسیم به آرش. آرش چی کار میکنه؟ آرش برای 7 ثانیه دورش زمین رو یا حالت زمین لرزه میکنه، بعد در هر ثانیه 30 تا که همجا حالا با لیول افزش میشه 60 تا و بعد میشه 90 تا دیگه اون آخری بازی به دشمنه اطرافش دمیج میزنه و برای 1.5 ثانیه 12% اسلوشون میکنه و تا 8 بار این اتفاق میتونه بیفته که من حالا نمیدونم دقیقا چجوریه، ولی اگه کلن توی این محدود بمونن چون 7 ثانیه است بس عملا بیشتر از چیز میشه، یعنی 10 ثانیه یک بار این اتفاق باید بیفته که میتونه 8 بار ذخیره بشه. این وسط دمیجی که حالا الان نوشته 90 دمیجی که به تورنت ها میزنه 2 برابر میشه. کجا استفاده داره؟ استفاده اصلیش اینجا وسط تاور رو رد شد ماهی میشه. این وسط استفاده اصلیش زمانیه که اینجایی که اون هم خب اینو میزنی دمیج کم میشه، بعد اینو میزنی خب قاعدتا این دوتا تاور الان من این تاور رو نزدم ببخشید، تا اینو نخورن که نمیشه، اون دوتا تاورها رو مثلا با هم دیگه میزنه، اینه تاورها رو تکی میزنه. ای بابا خیلی خوب میتونی شو پر کن. یه بار دیگه چند تا جون داری؟ اینا 3000 خوده. خب اینجا نشونش بدیم، نگاه داره الان ببخش من خودم زدم تاور رو چیزشون نشی باز خواهی من نماز خواهی مکنم. اینجا الان بزنیم میبینین داره همینجور تاورارم میزنیم. بعد کلیتش اینه، اما نکته اصلی راماس هدفگیری کیوش هست که اگه نگاه کنیم همون لیول اولش، حالا الان یکاش لیولاشو کم کنیم نمیتونیم برگردیم نه نمیتونیم بهش کنیم تو بازی میبینیم، همون لیول اولش دمیجی که میزنه 100 تاست، نه تغییر نکرد، سرعتش تغییر کرد 25% شد 100 تاست و این 100 تا اول بازی خیلیه. بعدم این سرعتش که یه دشمن تو چیز تو حال هوای خودش یه هم مثلا اینجوری میانه تق میزنه برشون بعد چیز میشن، یعنی مثلا اینجا باشم برگردیم همون جایی که رفته بودیم. برای تقریب با اینه خیلی خوبه، یعنی حتی طرف اینجا وارد داشته باشه بدتر از اون گلوله برفی لولو نه ببخشی نونو آخه اسم بدتر از اون یارو فرصت نمیکنه ببینه اصلا، یعنی که مثلا اینجا بوده زدت رفته اینجوری نخوری به این. این وسط اگه به کسی بخوره مثلا این خرچنگ مزاحم یه چیزی بلافاصله استوب میشه، یا اگه دبلیو رو بزنین استوب میشه. یک نکته دیگه راجع به ایش بگیم و بعد بریم برای این نمونه بازی. ایش ببینید گفته 1.25 ثانیه اتک اسپید میگه، من میزنم نگاه بعد تموم شد. حالا بعد از گرفتن این نکته الان یک سوال پیش میاد که من اگر بیام اینجا نگاه کنین، من الان ای رو میزنم ولی اگه نگاه کنین ایه من نگاه بهتره اینو بردم که بهتر متوجه بشین. سب کنین اینو بزنم حالا ای ببینین اینجا رو نگاه کنین، ایه من همینجور داره تو این اتک اسپید هم شده همینجور داره هی تکرار میشه. علت چی بود؟ هم اگر قابلیت دیگه ایتون فعال بشه و ای رو بزنین ایتون دائما رفرش میشه تا زمانی که قابلیت دیگه ای فعاله، یعنی چی؟ اگه دبلیو یا اولتیمیت هم فعال باشه
من ای رو که بزنم میبینین چون التیمیت هم فعاله یه من همینجور داره رفرش میشه. الان از اینجا به بعد با چی داره رفرش میشه؟ با دبلیو. پس یکی از کمباهاش اینه که شما قبل از زدن ای التیمیت یا مثلا دبلیوتون رو فعال کنید، کیوتون که خب زیاد چیز نمیشه، کیوتون کلا زده همه چیه، یعنی موقعی کیو ایتون رو نمیتونه فعال کنید، موقعی کیو دبلیوتون هم نمیتونه فعال کنید، موقعی کیو التیمیتتون هم فکرم نمیتونه، نه آجه التیمیت رو میتونه فعال کنید، ولی خب چه کاری آخر تان استفاده میشه کرد، چون دل مصرف میشه، شما تو راهین شاید برای تعقیب شاید به درد بخوره، مثلا یه روز در میره شما اینو زدین و یه روز سرعت زیادی داره، مثلا هر کاری اینا شما کیوتون هم بزنین دنبالش برین مثلا این مسافت نمیشه. ولی خلاصه یکی از تفریحات ناسالم ما توی چیز اینه که مثلا اینو میزنین ولی اینجوری چون دیگه دبلیو محدودیت نداره همینجوری میگیم و الان سرعت هم کمه شده، بعد سرعت هم بیشتر کنم، این گلوله ها بهش نمیرسه. خلاص میریم تو نمونه بازی. خب ترتیب گرفتن ابیلیتی ها و بعد ماکزام کردنشون اینه که ما اول W و بعد Q و بعد E رو میزنیم، بخشید Q و بعد W و بعد E و بعد W رو میزنیم، ولی موقع ماکسیم کردن من اشتباه گفتم، حالا بدن اعتماد کنید یکی از نه، ولی معمول اول چیز رو میزنن، اول بازی Q رو میزنن که بتونن از اون دمیجش به چیز استفاده کنن برای بلایی تخلیه جنگل، و بعد ای رو میزنن و بعد کیو رو میزنن، منتها چیز بعد برای ماکسیموم کردن اول ای رو میزنن که همزمان با این ای اتک اسپیده بمونه و زیاد بشه، و بعد کیو رو ماکسیموم کنن و بعد دبلیو رو، چون اول بازی هنوز آرمایی نداره که بخوان دبلیو رو اول بازی زیاد کنن، همینجور هم برگشت دمیجی که میده اونقدری چیز نیست، ولی خب چیز برای پاک کردن جنگل به درد نمیخوره، باید برای چیز شده برای مرسی هنوز شروع نکن بهم. این بازی بکنم شخمون یا سوه باشه که الان لط و پارشون میکنه معلوم میشه، یکی میزنم بعد بلا فاصله کیو رو میزنم، بعد آتراتکم که اون حرکت پرتاب کردنش رو انجام بده. البته معمولا شما اول بازی از دوستاتون کمک دریافت میکنید، اینجا نگاه نکنید که دوستان مثل حیوان نجیب بارو بر نگاه کردن، فقط یعنی معمولا شما چیز دریافت و توجه به این دوستانی که من دارم، من الان ترجیح میدم که الان بعد این کیو رو بگیرم، دبلیو رو بگیرم که یک مقداری دمیج رو کم بکنه و بعد راموس رو بزن بیاد اینجا. قبلا این آپشن رو نداشت و تدریتش میکردین، الان هم نداره، الان وسط رو خورد به اینا، من بدبخ شدم. خب نشوخی میکنم، الان گورکا خودشون دارن من میزنن، بعد دقت کنین مردن بخاطر اینکه من میزدن، از در دیواری که الان خودش تنظیم شده جا خالی میده، ولی از چیزا نه، از موجودات نه، از مینیون ها این ها نه، ولی در دریبار خودش دیدن تونم مینیم مسیر تغییر داد و رفت. عرضم به خدمتون که اینو میگفتم برخلاف جنگل های دیگه یکم اولش چیزه مثل کینرد و این هاست یکم ضعیفه، زیادی هم ضعیفه، و الان اگه مثلا چیز نباشه نمیتونه نزن، در صورتی که تو ویدیو قبلی با واروید دیدین یا مثلا با مسیر دیدین چقدر راحت داشتم اول بازی میزدم بکنه. خب کدوم لین؟ این لین پایین. خب لین پایین همون یک کجا دارم کلیک میکنم، نوید هایی رو میده، من بعد از زدن این به گنگ نمیرسم، میرم بیس، هرچند که میگم
به خاطر اینکه لیف رو نشته بچه میتونم برمی سوسک رو بزنم دقیقا سوسک دوم. خب زدن این برای سوسکی هیچ فایده ای نداره، زدن این هم باعث میشه که این بایس با من دعوا کنه اون دیگه خورده ای ثانیه رو، ولی از دید چیز این پیچه چون من رو نمیزنه هیچ تأثیری نداره. خب ولی این چیز رو داشت، دمیج رو داشت میخورد. خب تو هیچی یا سو تو هم که هیچی نزدید، من برم بیس. بعدم با تشکر از مطلعین عزیزمون من بگیرم که آیتم جنگل هم کامل شده باشه. در حالت عادی حالی کنترول وارد هم میگیریم، این حالت عادی نیست. نکته ای که هست، حالا من دیدم که مثلا با راموس من همیشه این کار رو میکنم، یعنی بعد از زدن رد میرم بودو رو میزنم که ندوزدن، ولی با راموس مثل کینگ یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم که اول به دبلیوتون بدین و برین چیز رو بزنین، رپتورها رو بزنین، چون رپتورها رو خیلی ساده بعد از اینکه دبلیوش گرفت میتونه بزنه. اینجوری حالا این میزنم، الان خود رپتورها میمیرن و در این مدت هم که من این هیده رفرش میشه به خاطر این سریع اونجا خالی میشه. خب کیو رو زیاد کنم به خاطر دمیجش. چه خبر شما؟ برم کمک اینها کنم چون فکر کنم چیز میتونه بزنه، ست میتونه بزنه. من به خاطر دقیقا اون چیز که نگرفتم خیلی عقب افتادم. اینجوری میزنیمش، میتونیم و میتونیم و میتونیم. حتی من چیز زدم اسم آیتم رو توقع داشتم بدوزدم بدوزدم من زدم دیم ایستیبل تر بود. خب اینو میزنم تا اینو بزنم که در نری و بعد بریم کمک میدین. میتونم برم اینجا چیز رو خالی کنم، یعنی ترجیحاً از اینجا نزد بیا سو هم زد اعتمال از بازی که من در نقش جنگل بیشتر تماشا میکنم. بازی سادهی بوده. خیلی خوب اسمایت به زودی آماده میشه، هنوز نه. یکیشین اول بزنم، اولی کوچیکا رو میزنم تو جنگل که مزاحم نباشن، مثلا تو کم نیزن. بعد میرم چیزا رو گنده هر میزنم که حداقل توی مدت یه نفر فقط منو بزنه. خب حالا کیو رو میزنم که جفتشون بخورن. دیکوشن رو زودتر چیز میکردیم نکردم، مهم نیست مهم نیست. بعد نمونه با چیزی حالا قرار نیست که حتما من خیلی نقش و فرینی اون چایی نیکنم که قرار هستن مثلا بانو بکنیم نیست. یه مینیون کم دارم برای خب ما سرعت رو بخاطر راموس سرعت رو قرار بگیریم، ولی انتخاب دیگه گرفتن آرمور هست و نینجا طبیعه با توجه به اینکه چیز هست. نگاه خودش چیز میکنه از کنار این رد میشه نمیزنه بهشون، ولی جاکو جونورها رو نه. بنابراین این موقع ویراج دادن تو جنگل حواستون باشه. خب نمی کنم که این آنی یک دونه هم نزدیش، یک دونه تو رنجی آنی. خب من میزنم تشکر از آنی عزیز، بیا اینجا. خب آنی هم دزدید، باز هم متشکریم از آنی عزیز که با دزدی هاشون فرسند نکردن اصلا. بازه درمی بینجا 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 نخورد میشه، میخورد بهش، میومد اینجا و دنبال من میومد و یه تام چیز نیمده اینجا اینجا آفاید. اینه که میزنه اون شما رو میزنه در حقیقت استفاده از دبلیوتون یکتوری، یعنی اینه که میزنه میاد شما رو میزنه در اینا که این رفرش میشه دبلیوتون هم داره باعث میشه که اون چیزی که اون میزنهش برگرده. از این لحاظ این میشه گفت
البته یه نکته فرعی، دو تا نکته فرعی دقیقا. یک، راموس علیه جادوگرا خوب نیست. دو، وقتی تراندل جنگل حریفه اصلا سراغ راموس نرید. از من به شما نصیحت. خب ما تونستیم بدون مشکل خاصی بزنیم. شاید انتظار داشتم که چیز باشه. قاعدتا باید تو لول 5 جنگلر بتونه که چیزو بزنه. اینجا باید دیگه کسی نمیتونه من رو بزنه، چون من کشتنم دیگه تو کار نه. اینو بزگیریم الان. آقای کاگما داره میاد پایین، همه ادامه دیگه در رفتن بشه. من یکی از چیزه فرش هم اتا چیز فرش هم خوبه کلن. کیو بزنیم اینجا بزنیم. یکو هشتانه خیلی نکش هستم اینجا اتک کسی بیچه دیگه بود دیگه. ما در این بازی رو پینگ من رفت اینقدر بخاطر اینکه من الان دیگه دانلود داشتم و IDM شروع کرد دانلود رو دو تا دستگاه مختلف هست، لپتاپ اوشون و چیز. اینه که الان من یه حرکتی میکنم، 3 سال بعد نتیجهش رو خواهیم دید. زیاد تعجب نکنه. مثلا الان کیو رو زدم، ولی همونجور که میبینی تازه نتیجه رو داریم میبینیم. به در اینجا من اینو میزنم و اینا هم میزنم. اولتیمیتتون داشته اسلو هم میکنه. خب من اینو بزنم این بیاد سمت من. البته طول میکشه طبیعتا تا این کار انجام بشه. من دوباره این رو میزنم، طبیعتا نتیجه 3 سال بعد دیده میشه، ولی خب یا سو زد. و من ویدیو رو اینجا به پایان نچن دیگه از اینجا به بعد سیریوسلی. برای راموس همینقدر انصافا کافی، این چیز عجیب غریبی به نسبت مبیه ندارین که حالا ترولش رو ببینین دیگه با اوت خود میزم. اینجا هم یه اتفاقای افتاد، من این چیزایی زدم حالا تحصیلش کم کم برمشه. ممنون از توجهتون، تا ویدیوی بعدی، روزتون بخیر، خدا نگهدار.